třeba projekt QA zvan kočtu a chobí aplikace na smazí استفاده میکنیم بعد از اینکه یوزر آی دی و پسورد را ما برای شما مهیا ساختیم شما رو انتر کرده و بعد از اون لاگین میشین و اولی صفحه است که بعد از لاگین شدن شما میبینین خب یا قسمت عمومی یا معلومات عمومی در رابطه با این سافت ویر خب برنامه شپ هست و از اینجا فایلایی که نو ما براتون اساین میکنیم اینایی که درافت هستن و اینایی هم که شما از قبل سرش کار کردین و کامپلیت شده خب همیشه کار را که آغاز میکنین از بخش بالای نیو فایلز کلیک میکنین خب از این قسمت بالای ادیت یا استارت کلیک میکنیم و وقتی که بالای کلیک کردیم ما را به صفحه که در اونجا ما ادیتینگ خود پیش میبریم و تسکی که ویر انجام میدیم با اونجا میریم خب در کل از این قسمت شما میتونین پلی پاز بکنین و والیوم را از اینجا کم و زیاد بسازین و در این قسمت شما دیگه چیزی نیاز ندارین صرف در اینجا که اسپیکرز را شما انتخاب میکنین و ایره شما میتونین کراس بکنین خب در اول کاری را که میکنین شما میین اینجا آدیو هست ثبت شدگی هست چیزی که ثبت شده این چیز هست این جمله را خوانده و ریکارد شده شما اول خب اینجا کلیک میکنین بعد از او ایره پلی میکنین زیر بحرانه سیالون نیاز ده ماهیواتا ده لیدو او تفریحی لپاره سفر کنی نو تاسو دلتا ولیدن شما دیدین که در وقتی ریکاردین بک‌گراند نویز وجود هست خب شما شروع کردن مقال و صدای شمال اینا همه در ریکارد آمده یه چیز هست که ریکاردین یا این فایل را چی میکنه ریجکت میسازه خب قبل از اینکه ما ایرا سابمیت بکنیم یا سن بکنیم بعضی چیزهایی هست که شما باید مد نظر بگیریم خب در کل در قدم اول چیزی که شما باید به ذهنتون داشته باشین سی دانه کیبورد یا که از کیبورد کامپیوترتون شما میتونید استفاده بکنین عدد 1 2 و 3 هست وقتی عدد 1 را فشار میدین برای شما اینجا باید کلیک بکنین بعد از 1 فشار بدین از اینجا این علامه ان انتنجیبل است ان انتنجیبل به معنی از اینکه یک لغت را که گفته یک یا دو لغت از او اضافه نه او اشتباه هست یا شما نمیفهمین یا اشتباه تلفظ کرده درست است یا او بیخی موجود نیست یا از خود اضافه کرده از اینجا استفاده میکنین مثلا احیانا اینجا تا به این قسمت می این بهرنه است صحیح تلفظ نکرده بود شما هم دیدین خب اینو من چه میکنین انتخاب میکنین و بعد از او 1 فشار میدین 1 فشار دادین و ان انتنجیبل تگ را استفاده میکنین این به معنی از یعنی لغاتی که دمیجا بوده ایره درست تلفظ نکرده بودن یا اشتباه بود هرچی بود خب در کل یک یا دو لغت به قسمی شما میتونین انجام بتین اما اگر از یک یا دو لغت اشتباه بود یعنی سه لغت بود چهار مثلا از دو اضافه باشه باز او تمام آدیو کس ریجکت میشه اما یک یا دو لغت میتونین از این تگ استفاده بکنین خب من ایره فعلا پاک میکنم در آخر باز ما شما مثال کار میکنیم فعلا روی موضوعات عامی که هست باید مد نظر بگیریم از او صحبت میشه خب کلید دومی که هست کلید نمبر دو هست که از این قسمت همین فلرها بعض فلری که ما شما داریم برای او خب صحبت میکنید وقتی ریکاردینگ باید چیزا نباشه اما اگر این شخص یا کسی که ریکارد کرده در وقتی ریکاردینگ مثلا تجا خوند دیر سالیان یعنی زما هیواد این قسمتی که اون گفت باز میان شما اینجا کلیک میکنین بعد از اون دکمه دور است که بردتون فشار میتین و تگ اون را انتخاب میکنین به قسم خب این را فعلا پاک میکنیم یه صرف یک مثال است به قسم چکای دیگه که مثلا در اینجا هست از این شما میتونین استفاده بکنین درست است خب کیبورد سومی که هست عدد 3 در این قسمت ان اس که هست در جای شما انتخاب میکنین که در اوج یک نویز آمده باشه بک‌گراند خب این قسمت هایی که انتخاب میشه مثلا از اینجا تا به اینجا ریکارد کرده اما در اینجا یک نویز آمده باز شما در اینجا کلیک میکنین بعد از اون نویز رو انتخاب میکنین اما در اگر از اول تا آخر نویز بود باز اون آدیو کلش ریجکت میشه در تگ بی بی که هست این را در وقت شما استفاده میکنین که در وقت ریکارد کردن سولفا کرده و یا صدای خنده آمده از این استفاده میکنین و میو که هست در وقت ریکاردینگ میوزیک شنیده میشه میوزیک آمده از تگ میو استفاده میکنه انیشیال استفاده نمیشه و بعد از اون که از تگ سایلنس داریم مثلا از این قسمت داری قسمت سایلنس هست یه تگ سایلنس در وقت استفاده میشه که آرامی چوپی باشه سایلنس باشه و هیچ چیزی وجود نداشته باشه از یک ثانیه بیشتر باشه اما اگر از یک ثانیه کمتر بود باز از این تگ سایلنس استفاده نمیشه صرف در زمان استفاده میشه که از یک ثانیه او زیاد باشه خب این هم بود بخش تگ ما که از کدام تگ ما استفاده میتونیم در این پروژه کیو ای زبان پشتو خب بخش سیومی که خود بخش ایدیتینگ و کلی چیزا بودی خلاص شد بعد از میدی جنرش اصلا میکنی از این قسمت خب ایره که دیدیم فعلا یکی است میل است صحیح است مرد است اینجا میل انتخاب شده مشکلی نیست درست است اما اگر احیانا اینجا خانم صدایش بود و در اینجا میل انتخاب شده کی بود یا هم برعکس از اون می اینجا کلیک میکنیم جندر از اینجا انتخاب میکنیم و در آخر سیو میگیم فعلا که میل است اما میل نمیمانیم درست است و خب وقتی که خلاص کردیم بعد از اون در قسمت سنت سنت میگین در قسمت در دو آپشن اولی شما کار ندارین و به جز از سه آپشن آخری سنت تو کلاینت ریجکت آدیو و ریجکت ترانسکریپشن خب سنت تو کلاینت شما چی وقت انتخاب میکنین وقتی که جمله هیچ نواقص نداشته باشه مکمل باشه هیچ کدوم نواقصی نباشه غیر از یک دو تگ سایلنت اینا اگه استفاده کرده بودین باز جمله که درست بود آدیو یا فایل درست بود بعد از اون سنت تو کلاینت انتخاب کرده بالای سنت اند ویو ورک لیست را کلیک میکنین اما اگر احیانا مثل این جمله که هست مشکلات داشتید شما چی میکنین ریجکت میکنین خب در وقتی که شما ریجکت میکنین از خاطر چی ریجکت میکنین آیا کوالیتی آدیو خراب است آیا مثلا اینجا چیزی که گفته و چیزی که اینجا نوشته است مطابقت نداره مس مچ است مچ نمیکنه و یا در اینجا تا این قسمت
اون چیزی که تا نیمه ناشته شده درست است، اما بعد از اون اینجا چیز دیگری کار شده و اینجا چیز دیگر هست. بعد از اون قسمت چیز انتخاب میکنین آدیو اند تکست پارشل میچ که نیمه چی میکنه صدق میکنه، و بعدش اگر قام مقال بود بک‌گراند نویز چیزا بود از این استفاده میکنین و دو تا آخر را استفاده نمیکنین. خب آدیو فعلا من چک کردم فیمیل میل بود درست بود جندرش درست است، اما بک‌گراند نویز وجود داره. میل ریجکت میگم، ریجکت میکنم. بعد از اینکه ریجکت انتخاب کردم بالای از این کلیک میکنم، اما قبل از اینکه اون را کلیک کنم من میام ایران هم تشریح میکنم. ریجکت ترانسکریپشن این قسمی است که مثلا امو دایلکت بیخی فرق میکنه. چیزی که دیگه نوشته است و چیزی که گفتم مثلا اینجا پشتو نوشته است، اینجا یک نفر اردو ریکارد کرده یا کدام زبان دیگه ریکارد کرده، و در اون قسمت ایران انتخاب میکنین و اینجا نوشته میکنین که دایلکت یا رانگ دایلکت. اما فعلا این آدیو که بود این خب بک‌گراند نویز داشت، ایران میام انتخاب میکنم بک‌گراند نویز و سنت تو کلاینت میگم. خب این خلاص شد. بعد از اون میام سر فایل دومی که دیگه وقتی گوله گفتین دایرکت یا میام سر فایل دومی، اما قسم فایل دومی رو براتون باز میکنین، کلاس میگین میشنوین اینجا که چی گفته. خب اول اینجا کلیک میکنین، یک چند مثال کار میکنین که براتون راحت شه. یک جهت اقتصادی پرمختګ لارښوونو تا غاړه کې دی. خب یک جهت اقتصادی پرمختګ لارښوونو تا غاړه کې دی. خب مشکل نداره، به خی ریکاردینگ صد درست است، ابسولوت است، و خب از هیچ تگی هم استفاده نمیشه، از سایلنس هم استفاده نمیشه، چه سایلنس که از یک ثانیه کم است. این خط از یک خط تا یک خط یک ثانیه میشه، و از هیچ تگی دو ثانیه بعد. خب این درست است. حالا میام جندرش رو سیل میکنم، جندرش فیمیل است یا هم صدای فیمیل بود. بعد از میام سن میگم، از قسمت سن سن تو کلاینت انتخاب کرده و سن ال ویو ورک لیست میگم. خب بعد از در بخش ورک لیست پس میام در ایجاد برای فایل دومی کلیک میکنیم، فایل دومی رو روش کار میکنیم، اول میرا کراس میگم، بعد از خب اینجا کلیک کرده و حالا میرا میشنم چی میگه. فیزیک تاسو ته اجازه درکوي زده کړئ چه فیزیک څنګه په ژوند او ژوندۍ نړۍ اغیزه کوي. درست شد. خب شما شنیدین در اینجا سایلنس وجود داره، از یک ثانیه بیشتر هست. خب ریکاردینگ از این طرف شروع میشه، ناشر که از راست به چپ میکنیم، یعنی اول است. خب اول ناشر اینجا میشه، در این قسمت میام کلیک میکنم و کلید سیر از کیبورد فشار داده و سایلنس را انتخاب میکنم. در آخر هم که و در وسط هم که چیز دیگه نداره، میام جندرش سر میکنم، فیمیل از درست است. بعد از میام سمت کلیک کرده و سمت کلیک جمله مشکلی نداره. خب اینا من قبول میکنم و روانش میکنم. بعد از میام روی فایل دومی کار میکنم، در قسمت فایل دومی خب اینا هم چک کرده و دیگه کراس میگیم، اینجا کلیک کرده و پلی میکنیم. خب اینا شما شنیدین چیزی نفهمیدین و قال مقال هم زیاد هست، اینا دایرکت ریجکت میکنیم. خب اول میام قبل از اینکه کار انجام بدم جندر شسا میکنم، فیمیل است و هم فیمیل است درست است. خب بعد از میام سن میگم، سن ریجکت میگم، دیگه بالای ریجکت آدیو کلیک میکنم. چرا ریجکتش میکنم؟ چه مشکلی بود؟ از خاطر که هاوینگ لاتس اف بک گراوند نویز انتخاب کرده. و بعد از اینکه سن میگم، بعد از میام سر فایل دیگه کار میکنیم. خب میرم اول کراس گفته اینجا کلیک میکنم، بعد از میام پلی میکنم. هغه باید داسې عمل وکړي، بلکې هم هڅه وکړه چې د مخالف ټیم د عمل مخه ونیسي او په هر ممکن طریقه یې ګول ترلاسه کړي. هغه باید خب آدیو را شنیدین، قسمت اول سایلنس از یک ثانیه بیشتر هست. اینجا اول میان کلیک میکنم، کلید سیر افشار داده و اینجا سایلنس را انتخاب میکنم. مثلا اگر احیانا در اینجا یک صدا میامد، یک غال مغال چیزی میامد یا یک بگرام نایز بود، اینجا میام کلیک میکنم، بعد از او کلید سیر افشار داده. هر کدام تگی که مثلا انس بخاطر یک نایز بود، یک صدا که بدون از ریکاردینگ آمده بود، یا اینجا اگر صدای خنده یا سلفا آمده بود یا موزیک بود اینجا، و سایلنس را که استفاده کردیم. اما قسم از هر تگی که در هر جا شما دیدین میتونین از او استفاده بکنیم. مثل که اینجا سایلنس را استفاده کردیم، از اکسان بیشتر بود. خب حالا این چک شد، در آخر و در وسط در جای دیگه سایلنس نیست و نیاز به کدام تگ دیگه هم نیست که ما استفاده بکنیم. بعد از میام جندرش حساب میکنم، فیمیل از درست است، و بعد از میام سن جای کلیک کرده و سن تو کلاینت میگم، یعنی قبول شد. و مخصوصا شما کار میکنین. خب من در جستجوی ازی هستم که جمله که زیاد مشکل داشته باشه برای براتون پلی بکنم، بیام اغلب به گمان اغلب چی داره مشکل چیزی نداره پلی میکنیم. و انگلیسی که به سپورت کلمه معادل سپورت دی کوم، چه هر دول فیزیکی فعالیت او لوبه ده چه دوا کسانو یا دوا دول ترمنز سیالی او مهارت خودلو لامل کیدی. قسمی که میبینید در اینجا هم سایلنس به اندازه یک ثانیه وجود داره. خب در اول من میام کلیک میکنم، کلید سیر فشار داده سایلنس رو انتخاب میکنم، و بعد از او در این قسمت خب کدام چیز دیگر نبود. اما یک چیز رو متوجه بشین، حالا میام چی جندرش رو سیل میکنیم، ما در وقتی که سن بگیم برام یک مسیج میده، بخاطر که در بعضی جایا مثلا دو نقطه سر آمده باشه، یا هم از یک کوتیشن مارک آمده باشه، یا قوس گرفته باشه. مثلا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم صوت داده قوس روشن صوت داده قوس نوشته میکنیم، اون چیزا رو بازی قبول نمیکنیم. مسیج رو که داد فکر بکنیم، یک بار چک بکنیم متنتون، بعد از شما سن بگوین حالا برای من کدام مسیج نمی تاپ، یعنی قبول میکنم. بعد از شما رشن خلاص میشه و با همین قسم میریم روی فایل دیگه کار میکنیم. یک چند فایل میخوایم کار بکنم تا شما بفهمین تمام مسائلی که میایه از روی استفاده کردن میتونیم. ادراک کمدون در روانی سنت به حل کول لپاره دیوشه ورتیاتا و دا ورکنی
خوم قسم كيمياء بنين در اول سايلنس وجود داره سيل انتخاب ميكنيم در اخر هم سايلنس داره انتخاب ميكنيم در وسط سايلنس وجود داره از يک سنه كنه سوره كار نداره بعد جندر شسا ميكنيم فيميل هست و بعد جمع لسن فريق کرده و همه خصوص بسن رو قاين و ميريم فايل دیگه خوب ببینیم یک فایلی که مشکل داشته باشه می شاید یک مشکل چه داشته باشه سویلی کوریا دست خوانی او روزانی که سیستم داری اینا قسمی که شما شنیدین در یک جای اشتباه همیشه با بک‌گراند نویز هم وجود داره خب دایرکت میش میکنید جندر شسل میکنید سن کردید بعد از اون میگید سن و در قسمت سن ریجکت میگید ریجکت آدیو رچل ریجکت میگه که هاوینگ بک‌گراند نویز داره و سن میگید و مقصود من جملات خوب در کل شما نیاز داریم که ما چند بخش مهم را بخونیم دیگه کارا زیاد هست مثال های زیاد هست هر شما میتونید با دور تطبیق بکنید خب در کل یک بار یک مرور خلاص میکنیم از قسمت شما میتونید پلی پاز بکنید والیوم را کم زیاد بسازین و اول که من خوب یک کراس گفته و بعد از یک کلیک میکنید و بعد از پلی میکنید وقتی پلی کردین شما باید متوجه چند چیز باشین یک سه تا کلیدی که داریم به خاطر تگ استفاده میشه تگ اول به خاطر ان انتنجبل است به خاطر ازی است که یک یا دو لغت که یا اشتباه باشه یا نفهمین یا اشتباه تلفظ کرده باشه از این استفاده میکنید خب مثلا این سکتور را اینا درست تلفظ نکرده بیاید کلیک میکنیم ما بعد از او از تگ ان انتنجبل استفاده میکنیم ما فکر که درست است برای ایران میکنم ما پاک میکنم خب بعد از او تگ کلید دو میره که داریم کلید دو هست که بردتان بعضی فلرهایی که در اینجا وجود داره از این استفاده میکنیم مثلا خب در وقت ریکاردینگ از این فلرها باید وجود نداشته باشه اما اگر احیانا داشته بود خب مثلا در اینجا گفته ساختمان باز یعنی بعد از ساختمان اینجا باید کلید دو کلیک کنیم کلید دو رو فشار داده و اوم یا هر تگ دیگه که در جای مورد استفاده بود او را استفاده میکنیم درست است و بعد از او خب داریم کلید سوم را کلید سوم اینجا کلیک میکنیم و بعد از او چی هست NS را در جای استفاده میکنیم که مثلا از اینجا ساختمان را گفت دپانوار را گفت بازی یک صدا یا اقال مقال یا یک بک‌گراند نویز آمده بود باز از استفاده میکنین دوال دواسط داخل در جایی که بود میتونین از استفاده میکنین بیبی را در جای استفاده میکنین که در وقت ریکاردینگ صدای سلفای و یا هم صدای خنده آمده باشه مثلا ساختمان نگفت باز یا یک سلفیش گرفت یا یک خنده کرد باز از تگ استفاده میکنین موزیک را هم در جای استفاده میکنین صرف یک نقطه و تو چیزا بدون اینکه از اول تا آخر مثلا موزیک بود باز اون کلش ریجکت میشه باز در یک جایی که وجود داشت باز از تگ مخصوص استفاده میکنین موزیک را هم اگر در قسمت مثلا خواند و تاریخ رسید و در جای بعد صدای موزیک آمد میتونین از استفاده بکنین تگ انیشیال را که استفاده نمیکنیم و در آخر هم که تگ سایلنس داریم سایلنس تگی است که ما در جایی که خالیگاه باشه هیچ صدایی وجود نداشته باشه ببخشید از اون تگ استفاده میکنیم خب مثلا در این قسمت دیگه میبینید که سایلنس بیشتر از یک ثانیه هست از این خط تا به این خط یک ثانیه هست و میبینیم که سایلنس از یک ثانیه بیشتر هست خب ریکاردینگ از اینجا شروع میشه و جونوش از این طرف میشه اینجا میام کلیک میکنم از اول و تگ کلید سی رو فشار داده و از اینجا سایلنس رو انتخاب میکنم همه خصوصا در وسط در اینجا هم اگر شما ببینید که سایلنس به اندازه یک ثانیه هست خب میرم پلی کرده ببینم که تا کجا میرسه بعد از وادا یک اینا چی گرفتن سایلنس گرفتن سیرف شور داده با سایلنس انتخاب میکنم داخلم که بعد اندازه یک ثانیه نمیرسه دمی اولم فکر کنم یک صدای قلمه قلمه ساختمانی سکتور دپان اینجا بعد از او ساختمانی در اینجا قسمت یک نایز آمده یک نفر دیگه اگر صدای اشتوک اگر متوجه شده باشین آمده از او تگ استفاده میکنیم و بعد از او میایم جندرش اصلا میکنیم جندر درست است اگر احیانا نبود اینجا خمر خان اگر مثلا این صدای زن می بود و در اینجا میل انتخاب می بود بعد از او میامده این ایدیتر کلیک کرده و از اینجا فیمیل انتخاب میکنیم و در آخر سیف میگن با چیزای دیگه کار ندارین صرف میل و فیمیل از اینجا انتخاب میکنیم مطابق صدا و خب ای که هم خلاص شد بعد از او میایم در قسمت سن با و شما چی میکنین اگر جمله مشکل نداشت کلا نواقص چیزی نداشت بعد از او شما سنت کلاینت انتخاب کرده و سن میکنید مثل که جمله را دیدیم بعضی تگا بود که استفاده کردیم اما دیگه کدام مشکلی چیزی نداشت که آدیو ریجکت شود درست است خب در اینجا در اگر ریجکت انتخاب میکنیم به خاطر چی انتخاب میکنیم به خاطر اینکه مثلا آدیو کوالیتی خراب بود آدیو مثلا صدا یک چیز است نوشته چیز دیگه است مچ نمیکنه و یا آپشن سیومی که است نیمه مچ میکنه از اینجا تا به اینجا و از اینجا تا به اینجا مچ میکنه بعد از این صدا یک چیز است و نوشته چیز دیگه است از این استفاده میکنید و هاوینگ لاس اف بک گراوند نویز از این استفاده میکنید خب یعنی صدا باشه بک گراوند نویز باشه انتخاب میکنید اما برای فعلا که کدام مشکلی چیزی نداشت خب میایم چی میکنیم سند تو کلاینت رو میگیم و بعد از اون سندش میکنیم تشکر امید که سوال چیزی باقی نمونده باشه و اگر سوال چیزی هم بود میتونید در بخش کامنت با ما کامنت بگذارید و لایک و سابسکرایب فراموش نکنید تشکر اوقات خوش